درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهقانپور هستم. در پنجشنبه 29 آبان ماه 20 نوامبر نگاهی داریم به چندمین وزیر علوم. محمد فرهادی به عنوان پنجمین گزینه طی نامه‌ای توسط رئیس جمهوری ایران برای کسب کرسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی شد. مجلس روز چهارشنبه هفته آینده در جلسه علنی موضوع رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی را در دستور کار قرار می‌دهد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، محمود نیلی احمدآبادی، رضا فرجی دانا و جعفر میلی منفرد چهار وزیر پیشنهادی قبلی از سوی دولت روحانی نتوانستند از مجلس نهم رأی اعتماد بگیرند. وزارت علوم در یک سال گذشته دو بار سرپرست داشته است که نخستین بار جعفر توفیقی و سپس محمد علی نجفی منصوب شدند. دکتر محمد فرهادی متولد 1328 از شهرستان شاهرود است و در حال حاضر جراح و متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. فرهادی سال 1370 مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران را تأسیس کرد و اولین عمل کاشت حلزون شنوایی در سال 1371 انجام داد. فرهادی همچنین انجمن علمی پزشکی لیزری و نیز انجمن علمی پزشکی خواب ایران را بنیان گذاشت. فرهادی رئیس بخش و رئیس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن مجتمع بیمارستانی رسول اکرم است و داروی گیاهی ضد ایدز توسط گروه تحقیقاتی به سرپرستی ایشان به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت. فرهادی وزیر بهداشت دولت خاتمی و وزیر فرهنگ و آموزش عالی دولت موسوی طی سال‌های 1364 تا 1368 بود. او مدتی رئیس دانشگاه تهران و قائم مقام جمعیت هلال احمر بود. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا محمد فرهادی وزیر بعدی علوم خواهد شد؟ همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه بله رو انتخاب کردن. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این بحث و نظرسنجی امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم میتونید به فیسبوک افق مراجعه بکنید و همین که بتونید از طریق ایمیل رو دریافت بکنید. رأی عدم اعتماد مجلس به چهارمین وزیر پیشنهادی علوم، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی با 70 رأی موافق، 171 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتوانستند رأی اعتماد همکاران ارجمند رو به دست بیاورند. صلوات و فریادهای چهار چهار نمایندگان مجلس هنگام اعلام وصول معرفی دکتر محمد فرهادی برای وزارت علوم توسط هیئت رئیسه مجلس. خبرگزاری دانشجو امضای محمد فرهادی پای نامه‌ای که رفتار نظام پس از انتخابات 88 را به بازگشت ایران به دوران ستمشاهی تشبیه کرد. حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس: طبعاً اگر ایشان امضای خود را انکار کند، مجلس یک طور برخورد می کند و اگر آن را بپذیرد و قبول کند که اشتباه بوده، طور دیگری برخورد می کند. الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس: نگرانی مجلس از حلقه های پشت پرده ایست که وزارت را مدیریت می کردند و حاضر شدند فرجی دانا را فدا کنند، اما آن حلقه ها آسیب نبینند.
منصور حقیقت‌پور عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت. فرهادی بالای 180 رای از مجلس خواهد گرفت. روح الله حسینیان عضو جبهه پایداری. وزیر پیشنهادی باید مراقب باشد. علاقه من نیستیم که باز جریان آقای فرجی دانا در مجلس پیش آید. غلامعلی حداد عادل عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. پاسخ دادن درباره نگرش کنونی نمایندگان مجلس به محمد فرهادی وزیر پیشنهادی زود است. مهمانان برنامه رو معرفی بکنم. آقای دکتر نورالدین پیرمؤذن، ایشون فوق تخصصی جراحی تراکس هستند، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم بودند، از استودیوی صدای آمریکا در لس آنجلس به ما میپیوندند. بعد از مدت‌های طولانی آقای دکتر پیرمؤذن با ما هستند در این گفتگوی تلویزیونی. از پاریس هم آقای دکتر محمدعلی توفیقی، روزنامه نگار و مدیر کل پیشین درمان تامین اجتماعی استان کردستان به ما خواهند پیوست. آقای توفیقی از پاریس با ما خواهند بود. آقای دکتر پیرمؤذن، خیلی لطف کرد با ما هستید. من یک توضیح مختصر بدم که به شک شما روزهای شاید بشه گفت تلخی رو تجربه میکنید. در گذشته پدرتون اخیراً و مادرتون همینطور، در شرایطی که شما در غربت بودید. البته شاید خیلی ها این وضعیت شما رو به شکلی تجربه کردن، ولی خب طبیعتاً دشوار هست که آدم نمیتونه برگرده به کشورش حتی برای دیدن پدر و مادر و شرکت در مراسم حتی اونها. از این بابت برشک تسلیت میگیم به شما و سپاس که وقت گذاشتید و در برنامه با ما هستید. آقای توپیر معززن، پرسش اول این هست که آقای فرهادی وزیر علوم خواهد شد یا به سرنوشت دیگران دچار میشه؟ اجازه بدین عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت هموطنانم در هر کجای دنیا و تشکر کنم از این تسلیت شما و به قول آقای مرتضی پاشایی یکی هست که دیگه نیست و ما هم عادت کردیم بالاخره زندگی در هجرت و تبعید و غربت یک چنین نتایجی هم داره و یک چنین هزینه‌هایی هم بایستی پرداخت تا اینکه روی پای عقاید و فکرتون ایستاد. بله آقای دکتر فرهادی قطعا این چراغ سبز مجلس رو خواهد گرفت هفته آینده و پیش بینی من این هست که اگر این هفته تلخی بود برای آقای روحانی، انشالله هفته بعد دو تا خبر پشت سر هم امیدوارم که هم کابینه رو تکمیل بکنه و هم اینکه بالاخره از این چالش ها و بحران های هسته‌ای هم عبور کنیم. پس جمعا خوشبین هستید که ایشون رأی اعتماد خواهد گرفت. من ابتدا اشاره کردم به سابقه ایشون به لحاظ علمی و مدیریتی و قطعا در دورهای مختلفی شما هم با ایشون آشنا بودید و سابقه ایشون رو میشناسید. چه نسبتی ایشون به نظر شما با قدرت داشته؟ این رو از این جهت میپرسم که برشک ایشون وزیر دولت آقای موسوی و خود زمانی که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود ایشون وزیر اون دولت بود و بعد در دولت آقای خاتمی هم وزیر بهداشت بود. قطعا شما ایشون رو باید به خوبی بشناسید. بله، من وقتی که بالاخره مجبور شدم این جلسه چهارشنبه مجلس شمعه مجلس رو گوش کنم و این داد و فریاد این نمایندگان مخالف رو به اصطلاح مخالف رو گوش کنم و به دنبال اون اتفاقاتی که برای چهار وزیر قبلی هم افتاده بود و کم و بیش من مطالعه کردم، خب انتظار می رفت که آقای روحانی یک وزیر رو معرفی کنه که تا بتونه از کریدور قدرت باشه، تا بتونه از این مجلسی که ساخت و پرداخته آقای جنتی و احمدی نژاد عبور بکنه. آقای دکتر فرهادی هاف فود اون بوث کمپ، ایشون در هر دو جناح رد پا داره. آقای دکتر خب میدونین که جزء وزیر علوم کابینه آقای خامنه‌ای بود و آقای میرحسین موسوی و من دقیقا یادمه که در همون کابینه دوم آقای خامنه‌ای
وزرایی که در کابینه بودن معروف بودن، هر کدومشون به عنوانی داشتن یا سهمیه‌ای داشتن به اصطلاح. آقای دکتر فرهادی جز وزرایی بود که منصوب به آقای خامنه‌ای بود، برای اینکه سابقه آشنایشون برمیگشت به قبل از انقلاب و شاگرد قرآنی آقای خامنه‌ای بودن. در کجا؟ از طرف دیگه در مشهد، در وقتی مشهد. که ایشون در مشهد دانشجو بودن. بعد در داستان از طرفی هم آقای دکتر فرهادی اصلاح طلبه، برای اینکه اولین وزیر بهداشت آقای خاتمی بود، همین آقای دکتر خاتمی شکوری راد، همین آقای دکتر حسن هاشمی معاون و مشاورینش بودن. یک کابینه، یک ترکیب خوبی در وزارت بهداشت وزیر بهداشت. از سوی دیگر به نظر من انسانی پخته هست، کاملا مسلط به سیستم و هرم سیاسی کشور و من مطمئن هستم که از عبور خواهد کرد از این کانال. اما اگر شما به این بحثایی هم که در مجلس شد گوش کنین و تعقیب کنین، احساس من است که آقای روحانی با این انتخابش تقریبا دیگه مجلس رو در یک با یک تیر دو تا نشان زد. از طرفی دیگه نمیتونن به این آقا رأی ندن، برای اینکه این دیگه نمیتونن ایرادی پیدا بکنن. اگرم بگن که بالاخره یک نامه رو امضا کرده یا یک اتفاقاتی افتاده، این رو اون بار شناخت آقای خامنه ای از آقای فرهادی اینقدر بالا هست که احتمالاً چراغ سبز بیت رو هم با خودش خواهد داشت. از سوی دیگر آقای رئیس جمهور چه بسا که از اینکه نتونه، خدای نکرده، تمام اون وعده هایی که با مردم بسته جواب نده، نبودن وزیر علوم هم به نوعی شاید برای رئیس جمهور هم یک نوع به شکلی میشد تفهیم بکنه به مردم که اگر من نمیتونم وعده هامو عملی بکنم، این مجلسی است که دست اندازی میکنه و یک مشکل برای من هست. بنابراین فکر میکنم که هم مجلس دیگه متوجه شد که دیگه اون شعاری که میدادن 20 تا هم اصلاح طلب بیاد ما رأی نمیدیم، حتما مطمئنم حرفشون رو پس خواهند گرفت. از سوی دیگه کابینه این هفته ترکیبش کامل میشه. و یک نکته خیلی باریکی هم اینجا هست که آقای دکتر فرهادی کسی است که دکتر حسن هاشمی، همین وزیر بهداشت فعلی، رو ایشون آورد برای تقریبا مسئولیت کلان کشور. و حدس من اینه که این دو نفر، وزیر بهداشت و وزیر علوم، اگه در کنار هم دیگه باشه، هیچ بعید نیست که حتی آقای دکتر هاشمی معرفی کرده باشه دکتر فرهادی رو برای آقای رئیس جمهور. در حال این دو نفر به نظر من میتونن دوشادوش دو تا وزارتخونه علمی کشور رو در واقع بچرخونن. و از سوی دیگه این آقایونی هم که داد فریاد را مینداختن تا وزارت علوم رو به دست بگیرن، شاید با نگاه به انتخابات مجلس بعدی مطمئنا بالاخره حداقل در این مسیری که میخواستن برن به بنبست خواهند خورد و مجبورن که یه چاره و یه شیوه دیگری رو پیدا بکنن. آقای دکتر پیرمازن، به نظر شما آقای روحانی رویکرد هوشمندانه‌ای داشت که برشکشون نفر پنجم بود؟ بسیاری گفتن که چرا از اول ایشون رو معرفی نکردن. ببینین آقای تصادفاً آقای روحانی عاقلانه‌ترین شیوه رو به کار برد، برای اینکه ایشون دنبال کسانی بودن که پررنگ نباشن از نظر سیاسی، بیشتر آدمایی باشن، علمی باشن، اجرایی باشن و از بطن جامعه علمی کشور معرفی کنن. شما دیدین آقایونی هم که معرفی شدن اکثرا آدمایی بودن که میتونستن وزارت علوم رو بچرخونن. اما داستان این بود که وزارت علوم به لحاظ جایگاه دانش و دانشگاه، به جهت علم و به جهت اون شبکه که دانشجویی معمولا در انتخابات بستر برای هر گونه تبلیغات انتخاباتی است، شاید اصلا اول انتخابشون آقای دکتر فرهادی بود، شاید به بهانه همین نامه‌ای که آقای دکتر نجفی رو با همین نام انداختن، همین نامه‌ای است که آقای دکتر فرهادی هم امضاش پای اون نام است. بنابراین آقای روحانی اردوگاه اصولگرایی رو میشناسه، خوب میشناسه. شاید آقای خاتمی چون آدم صادق تر بود و آدمی بود که آشنا به
درون این مجموعه اصولگرایی نبود در مقابل اصولگرایی کوتاه اومد. اما آقای روحانی کاملا این اردوگاه رو میشناسه، میدونه که خمیرمایه تفکر اصولگرایی در کشور بالاخره اینا فریب و دروغ و نیرنگه و اینا میدونن که این سر و صداهایی هم که الان دارن در مجلس بلند شده ریشش بیشتر برمیگرده به شکستی که در انتخابات سال گذشته خوردن و من که حدسم اینه و مطمئن نیستم چون بالاخره از داخل کشور زیاد اطلاعی ندارم و بر اساس اون تجربه‌ای که من با این جریان شناخت که از جریان اصولگرایی دارم و من احساس میکنم که این صدای بلندی که از مجلس بلند میشه و اینا هر کسی رو که معرفی میشه یک اسمی روش میذارن، حدث من اینه که این آقایونی هم که به عنوان مخالف تو مجلس من شنیدم دارن صحبت میکنن، اینا کسایی هستن که 8 سال این دولت آقای احمدی نژاد رو اینا آوردن سر کار و این رئیس جمهور بدون ترمزی رو که کشور رو با بحران و با یک فروپاشی روبرو کرده بود، اینا برای اینکه فرار کنن از پاسخگویی که چرا 8 سال این کشور به این روز سیاه افتاد و با یک اینجا امریکایی‌ها میگن مانکی بیزینس، یعنی این برای با شیوه‌های فرار به جلو سر و صدا داد میندازن تا اون شنونده ازش نپرسه که خب آقایی که تا دیروز پشت آقای احمدی نژاد تو نماز میخوندی، قسم میخوردی این دولت امام زمانه، این آقا نمیدونم سردار آقای امام زمانه، پس حالا چطور شده که شما اون 8 سال پاسخگویی در مقابل سوالها جواب نمیدین و شروع کردین با من گفتم به یکی از دوستان گفتم این جلسه چهارشنبه که من دیدم خیلی جالب بود، جلسه با آیات قرآن شروع شد، بعد امام سجاد تسلیت گفتم به چیزش، بعد این بنده خدا دکتر دانش رو شهیدش کردن، این یه تفکر عقب مانده به اصطلاح غیر قابل، و شما اگر گوش میکردین انتقادی که از آقای دکتر دانش میشد تنها جرمش این بود که ظاهرا 2 دقیقه در یه جا حضور داشته. خب یه آدم علمی، نشاط دانشگاه، نشاط آدم علمی به زنده بودنشه. شما که نمیتونین که دانشگاه رو تبدیل کنیم به گورستانهای سیاسی، جامعه رو تبدیل کنیم به یک قبرستانی که هیچ کس توان فکر کردن و حرف زدن نداشته باشه. ما سال 56 هم همین بود، میترسیدن همه حرف بزنن. ما انقلابمون هم پیامش برای جامعه ما این بود که آزادی در حیطه علم و دانشگاه، آزادی جامعه، و متاسفانه یک عقبگردی رو داریم ما شاهد هستیم در تفکر اصولگرایی که من فکر کنم که آقای روحانی با این انتخابش خواب اصولگرایان رو پریشان کرد و خوابشون تعبیر نخواهد شد و از دست خواهند داد وزارت علوم رو. آقای دکتر توفقی خوش آمدید به برنامه. آقای دکتر توفقی شنیدید این دنبال هم میکردید قطعا واکنش نمایندگان رو. من یک بخش کوتاهی از این نامه ای رو که ادعا میشه برشک حالا اصطلاح هم به عنوان نامه منتسب به فتنه ازش صحبت میکنن و امضای خیلی افراد پاش هست، از خود آقای خاتمی گرفته آقای کروبی، آقای موسوی، مرتضی الویری، همجور میایم و میرسیم به آقای محمد فرهادی، همین کسی که الان به عنوان گزینه وزارت علوم معرفی کردن. آقای دکتر پیر معذر هم اشاره کردن که یکی از دلایلی که باعث شد آقای نجفی رو بهش رأی ندن باز همین نامه بود که امضای آقای نجفی هم پایین نامه هست همچون آقای فرهادی. در جایی از این نامه آمده که همزمان با اعلام نتایج 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری موج وسیع از دستگیری ها از میان فعالان ستادهای انتخاباتی، نامزدهای غیر دولتی و شهروندانی که در راهپیمایی های مسالمت آمیز شرکت جسته بودند آغاز شد که در ادامه با گسترش موج اعتراضات مردمی نسبت به تخلفات گوناگون و گسترده‌ای که در قبل، هین و بعد از انتخابات صورت گرفت افزایش یافته و هنوز ادامه دارد. بازداشت های اشاره میکنه در واقع به بازداشت های انفرادی و گروهی از اقشار مختلف اجتماعی از جمله اساتید دانشگاه ها، فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران که بدون صدور مجوزهای قانونی صورت گرفته و همراه با برخوردهای خشونتبار و استفاده از شیوه های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است و بسیاری از امضا کنندگان این نامه در آن زمان خود بارها قربانیان بودند. به هیچ روی این وضع زیبنده نظام و کشوری که دایره برپایه قسط و عدل دارد نبوده و نخواهد بود و چهره جمهوری اسلامی را در روح و جان هر ایرانی و نیز انظار جهانیان تیره و
تار خواهد کرد. شنیدید صحبت‌های آقای رسایی رو، ایشون گفته که اگر آقای فرهادی امضای خودش رو انکار کنه که پایین نامه گذاشته، مجلس طوری دیگری برخورد می‌کنه. اگر بپذیره و قبول کنه که اشتباه کرده، طوری دیگری برخورد می‌کنه. چرا فکر می‌کنید به رغم این مواضعی که صحبت شد، آقای حداد عادل هم گفته که هنوز زوده در مورد آقای فرهادی با اطمینان خاطر صحبت کرد. بسیاری فکر می‌کنن الان آقای دوتوپی مؤذن هم گفتن که احتمال زیاد میدن که ایشون رأی بیاره. بعضی نماینده گفتن که 180 رأی خواهد آورد. بله، اولا که عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و جناب عالی و مهمان ارجمندتون و بنده هم تسلیت میگم به آقای دکتر پیر مؤذن. برای رمزگشایی از وضعیتی که در حال حاضر وزارت علوم با اون مواجه هستش و در واقع از ابتدای از بعد از برکناری و رأی عدم اعتمادی که به آقای فرجی دانا دادن با اون مواجه شده، من فکر میکنم بهترین استناد صحبت‌های آقای علی مطهری هستش. چند روز قبل از جلسه رأی اعتماد به آخرین پیشنهاد آقای روحانی، آقای مطهری گفتن که اون چیزی که نمایندگان تحت عنوان نگرانی از وضعیت دانشگاه‌ها دارن بیان میکنن بیشتر بهانه‌ای هستش و نمایندگان در اصل نگران باز شدن فضای سیاسی دانشگاه‌ها و رفع شدن جو امنیتی از اون هستند. و به نوعی هم گفت که مجلس در حال گروکشی از رئیس جمهور هستش. من میخوام اینجا این رو بهش اضافه بکنم که ببینید جریان این نامه ها و فتنه و اینها هم اساساً ادامه ای از همین بهانه گیری های نمایندگان به حساب میاد. اون چیزی که نمایندگان مجلس امروز به دنبال اون هستن این هستش که بتوانند کسی رو در رأس یکی از مهمترین وزارتخانه ها قرار بدن که برآورده کننده نظرات اونها و خب به طرق اولا برآورده کننده نظرات آقای خامنه ای و بیت ایشون باشه. شما یادتون هست که در دوره آقای احمدی نژاد چندین بار آقای خامنه ای اعلام کردند که وضعیت دانشگاه های ما قابل قبول نیست، مخصوصا در بحث علوم انسانی ما باید اونها رو بازنگری بکنیم. بارها هم اعلام کردن که ما اصلا تمایلی نداریم که گروه های سیاسی در دانشگاه ها رفت و آمد داشته باشند و حالا اصطلاحا اونا خودشون میگن که دانشگاه ها نباید باشگاه احزاب بشه، در حالی که واقعیت این نیست. اونها نگران این هستن که دانشگاه ها در یک فضای طبیعی و در یک جو پرسشگری که مهمترین مشخصه یک دانشگاه پویا و زنده هستش قرار بگیره و جو امنیتی که عملا در حال حاضر در دانشگاه های ما به وجود اومده برطرف بشه. تصور میکنم در این رفت و آمدی که بین مجلس و دولت اتفاق افتاد، چندین پیشنهاد دولت رد شد در مجلس، به نظر من آقای روحانی صلاح رو در این دید که تا حدودی کنار بیاد، به خاطر اینکه پیشنهاد و گزینه آقای دکتر فرهادی به نظر من تا حدود زیادی میتونه برآورده کننده نظرات مجلس باشه. درسته که آقای فرهادی در زمان آقای موسوی وزیر علوم بودن، درسته که در زمان آقای خاتمی ایشون وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی بودن، اما نگاهی به سابقه فعالیت‌های ایشون و اون چیزی که بیشتر به عنوان مثلا تدین ازش نام برده میشه، این پررنگ‌تر هستش در مورد ایشون. و در زمانی هم که در دولت آقای خاتمی بودن، شما میدونید که دولت آقای خاتمی یک دولت یک دست که نبود، به هر حال طیفی از گروه‌ها در اونجا بودن که بخشی از اونها معتقد به توسعه سیاسی، معتقد به باز کردن فضای سیاسی جامعه و حتی اولویت توسعه سیاسی نسبت به مسائل دیگه بودن، در حالی که به نظر میرسید آقای دکتر فرهادی بیشتر در قسمت اصولگرای دولت آقای خاتمی
قرار داشت. من یادم هست که در زمان آقای دکتر فرهادی من سال آخر دانشکده پزشکی رو میگذروندم، ایشون تا حداقل یک سال و نیم یا دو سال از دولت اصلاحاتی گذشته بود به هیچ وجه نتونسته بود فضای دانشگاه‌های پزشکی رو متناسب با شرایطی که درخواست مردم بود و اون رو در رأی به اصلاحات نشون داده بودن نشون بده، و مهمترین مشخصه اون هم برمیگشت به عدم تغییر در رؤسای دانشگاه‌ها. و تا دو سه سال حداقل میشه گفت که این مقاومت رو داشتند، و خب شاید یکی از دلایلی هم که آقای دکتر فرهادی در دور دوم ریاست جمهوری و دولت آقای خاتمی حضور نداشتن، حالا جدا از بحث هایی که به هر حال ایشون خودشون اعتقاد داشت که دوست داره دنبال بحث های علمی بره و بعضی وقتها هم در بیمارستان های کشورهای در حاشیه خلیج فارس عملهای خیلی خوب، موفقیت آمیز و حتی تا حدودی هم میشه گفت پردرآمدی رو انجام میدادند، خب ایشون در دور دوم به عنوان وزیر انتخاب نشدند. من میخوام خلاصه عرضم رو اینطوری خدمتتون عرض بکنم که به نظر میاد در گروکشی که مجلس از دولت آقای روحانی داشت، به نظر من مجلس تا حدود زیادی برنده شده، و گرچه این بحث نامه ها و اینها هم بهانه هایی هستش که با توجه به خستگی خود مجلس هم و اینکه باز میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، اگه تو توفیقی شما با شناختی که بازار فرهادی دارید فکر میکنید که امضای خودش رو پای این نامه که الان خواندم من بخشش رو و اونها اشاره میکنن نمایندگان که نگران، ایشون امضای خودش رو انکار میکنه، میگه مثلا من احتمالاً در جریان نبودم، یا میپذیره میگه مثلا اشتباه کردم من؟ اینو من نمیدونم، اینو خود باید آقای دکتر فرهادی جواب بده. اما یک نکته رو اشاره بکنم، ساختار نوشتن بسیاری از این نامه ها این گونه نیست که این نامه ها به دست تمام اشخاص برسه و همه اونها مثلا یک امضای قانونی پای این نامه ها داشته باشند. این نامه ها عمدتا توسط چند نفر تهیه میشه به صورت دست به دست و گاهن حتی به صورت شفاهی توافق افراد کسب میشه، و همین عاملی میشه که نه تنها در مورد این نامه، در مورد بسیاری دیگر از نامه ها افراد موقعی که تحت فشار سیستم های امنیتی قرار میگیرن و یا حالا در موقعیت های مثل ورود به قدرت و یا بهره‌مندی از مزایای وزارت قرار هست قرار بگیرن، به راحتی اون رو تکذیب میکنن. و خب عملا آقای دکتر فرهادی در طول کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری آقای موسوی هم حضور پررنگی نداشتن، خب البته قبل از اون هم حضور پررنگی اساسا در صحنه سیاست و اینها نداشتن، بیشتر مشغول کارهای علمی و عملهای جراحی مخصوصا در بیمارستانهای در واقع هلال احمر که در کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داره بودن. بسیار خب آقای دکتر پیرمعزن، شما فکر میکنید با شناختی که آقای فرهادی دارید، میگه که من این همینطور که اشاره شد که من مثلا در جریان نبودم اسم من پای اون نامه گذاشتن، یا اینکه میگه اشتباه کردم مثلا تا یه فضای خاصی بود، چه فکر میکنید با کدومش نشون خواهد داد؟ این رو هم یه توضیح بفرمایید که بعضی از نماینده‌ها گفتن که نمیخوان که جریان آقای فرجیدانا پیش بیاد، یعنی اگر الان حتی با اون پیش بینی که شما میکنید و اکثریت صحبت میکنن که شون وزیر بشه بره و بعد اون تغییراتی که میخوان معاونت‌ها مثلا احیانا تغییر بکنه، و اون نکته هم که آقای الیاس نادران ازش صحبت میکنه، میگه حلقه های پشت پرده که وزارت رو مدیریت میکردن و حاضر شدن فرجی دانا رو فدا کنن اما اون حلقه ها آسیب نبینند. اگه اشتباه نکنم زمانی که خود شما در مجلس بودید آقای فرجی دانا از مجلس اصلاح طلب ها رأی اعتماد نگرفت، آقای توفیقی مثل اینکه انتخاب شد. بله، من اجازه بدین اولا تشکر کنم از آقای دکتر توفیقی، سلام عرض کنم و ممنون که تسلیت فرمودن. نگاه کنین آقای دکتر توفیقی، من موقع مخبر کمیسیون بهداشت بودم و کسی بودم که اولین سوال از آقای دکتر فرهادی رو من کردم و حتی طرح استیضاحش رو نوشتم، و خود آقای خاتمی قول دادن که دیگه در دور بعد معرفی نکنن، که متاسفانه دور بعدم معاون آقای دکتر فرهادی معرفی شد و عملکرد وزارت بهداشت ضعیف‌تر شد تا قوی‌تر نشد، و به خاطر همین هم تجربه نشون میده که مدیری بهتر از مدیر قبلی نیومد. ببینین تصادفا من سال گذشته آقای نجفی رو در نیویورک در اون مهمانی شام رئیس جمهور دیدم، بهش گفتم که آقای نجفی چه لزومی داشت که بری پشت تریبون اینقدر بیفتی به لکنت زبان که نمیدونم، یعنی تمام اون امضاهاتو انکار بکنی، گفته‌هاتو انکار بکنی،
چه لزومی داره که این دامی که برای شما در واقع یه ترپی که برای شما درست کرده شما بیفتین تو همون دام؟ الان از این جملاتی که همین آقای رسایی و آقای حداد میگن در واقع همین موضوع هست. میخوام بگن که این وزیر بیاد بگه که من اشتباه کردم، من غلط کردم، من نفهمیدم. یادتون باشه اگر وزیر اومد و گفته هاش و حرف ها و نوشته هاش و انکار شد دیگه دانش در جلوی جامعه علمی کشور از بین میره. من بهش گفتم که آقای نجفی پر واضح بود تو قرار نبود از اون مجلس بیرون بیای به عنوان وزیر آموزش عالی، حداقل اون شخصیت علمی و شخصیت حقیقی خودت رو حفظ میکردی. دلیل نداشت خیلی همون بودیم که اگر قرار بود که این حرفا رو بزنیم ما الان همین توی همین مجلس نشسته بودیم، تو همین جا بودیم و احتیاجی به این تبعید و غربت نبود. نیا کنین دو نمیشه کشور که نباید با اینها نرم برخورد کرد. 100% آقای همینو میخواسته. من حتی این داستان علمی به اصطلاح دو نوع مدیریت دو تا در دنیا دو نوع مدیریت در کشورها هست. یک مدیریت مریت سیستم، افراد بر اساس علمشون، دانششون و توان علمیشون انتخاب میکنن. یک سیستم اسپویل سیستمه، یعنی افراد بر اساس چاپلوسی، ریاکاری، بیشتر اون جنبه های بندگی و بردگی، یک سری انسان های بدبخت بی زبون دهان بسته رو بیاریم بذاریم وزیر یا مثل همون مجلس که دوست کرد نماینده. بهشون گفتم شما نباید این کارو میکردین. بعد ایشون گفت که آقای رئیس جمهور به من سپرده بود که پشت تریبون تون نرو، برای اینکه اگرم از مجلس رأی نیاوردی میخوام در به عنوان معاون رئیس جمهور استفاده کنم. گفتم خب وقتی که شما وزیر نشدید معاون رئیس جمهور شدنتون هم زیر سوال خواهد. شما همین آقای نمیدونم نیلی بود یا این آقای دکتر میلی بود، یکی از اینا من دیدم اینقدر افتاده بود پشت تریبون و یک مصاحبه تا تلویزیونی شب قبل از معرفیش که من نمیدونم من بنده فلانی ام، من نمیدونم برده فلانی ام، من اصلا جز نمیدونم اطاعت محض اصلا هیچ کاری نخواهم کرد. و یادتون باشه وقتی نماینده ها میبینن که این آدم اینقدر ضعیفه و اینقدر ذلیله که برای رفتن به پشت میز گرفتن یه پست وزارت یا وکالت اینقدر بایستی شخصیت خودش رو بذاره زیر پا، این دیگه ارزشی نداره. و قطعا این رأی هم که نیاوردن شاید کسی هم ناراحت نشد. من مطمئن هستم که اگر وزیری میخواد که جامعه علمی کشور رو اداره بکنه، وزیری میخواد که دانشگاه ها رو مدیریت بکنه، وزیری میخواد که وزیر کابینه ایست که سال گذشته ملت اومدن رای دادن و آقای روحانی تبلور اراده جامعه هست، تبلور خاص جامعه است، یه شکاف عمیقی است بین مجلس و دولت. مجلس رو میتونن از طریق من جمله آخر رو بگم. من اعتقادم بر این هست که آقای سیامک خان، اعتقادم بر این است که وزرا نباید تو این دام بیفتن رو چهارچوب ما همیشه ما قبل از انقلاب میگفتیم امام حسین علیه السلام میگه انما الحیات عقیدت و جهاد، رو حرفت وایستا. رأی نیاوردن وزیر نشده، خوب نشدی، ولی وقتی که میفتی تو این روندی که شخصیتت رو میذاری زیر پا، نمیدونم این جامعه وقتی که این ارزش ها رو از دست بده تبدیل خواهد شد به یه جامعه مرده ای که فقط انسان های مرده توش زنده خواهند بود. ولی آقای دکتر یه نکته که به نظرم مهم هست، وقتی میفهمید رو حرف خودشون بیستن، صرف نظر از اینکه حرف بسیار درست هم هست، ولی شرایط موجود در جمهوری اسلامی رو این گزارش هایی که آمد که وزارت اطلاعات یا حداقل بخش هایی از وزارت اطلاعات اینها اسناد و مدارک به معنی که هر فردی رو معرفی میکردن 24 ساعت بعد ویدیوها یا نامه هایی که در واقع بیرون می اومد از گذشته این افراد، حالا در 20 سال یا 30 سال یا چند سال گذشته، واقعا تو چنین وضعیتی که واقعا پرسش برانگیز هست که چگونه سازمان اطلاعات کشور علیه دولت فعلی حتی داره عمل میکنه، میشه تصور کرد که اونها هم بایستن جلوی این فشارها، چون فقط بحث 4 تا نماینده نیست، احتمالا یه مجموعه پیچیده تر این داستان رو اداره میکنن. ببینین هیچ مدیری آقای سیامک خان، هیچ مدیری با ترس و تردید نمیتونه مجموعه رو اداره بکنه. من دقیقا یادمه که در مجلس هفتم یکی از نمایندگان تهران بود، انسان خیلی علمی دانشگاهی بود، انسان خیلی شایسته‌ای بود، کنار من نشسته بود.
بعد شروع کرده بود یه انتقادایی از دولت آقای احمدی نژاد میکرد در همون روزهای اولی که ایشون انتخاب شده بود. بعد یهو یه بسته‌ای به دستش داده بودن، دیدم رنگ این بنده خدا زرد زرد شد. گفتم چی شده؟ گفت که من نمیدونم سال 57 یا 58 یک نشست یکی از این گروه‌های سیاسی داشته بودم، اینو با عکس و مدرک به من فرستادن، گفتن که اگر تو دوباره حرف بزنی ما اینا رو افشا میکنیم. بعد ارتباط مثلا نماینده با مثلا سازمان مجاهدین احتمالاً. آره آقای، البته اسمشون نمیخوام بگم چون اجازه ندارم، ولی خب یه نماینده بود که اصلا تا کرد رفت دانشگاه، الان هم بیشتر علوم انسانی بود تو تهران. بله این بعدا معلوم شد که بله آقای دولت احمدی نژاد این کارو کرده بود که انسانها رو یا با تهدید یا با تطمیع، حالا برعکسش هم هست. یک روز من یکی از همین نمایندگان مجلس هفتم دیدم که پشت تریبون داره هی به دوم خرداد و از اون بالا پایین اصلاحاتو داره فوش میده. آقای تابش اومد به من گفت خب بالاخره من اون موقع تو مجلس هفتم برای اصلاح طلبا مجبور بودم که به یه نوعی پاسخگو باشم. بعد گفتم که یه نگاهی کردم دیدم خب تو چرا دیگه داری این بهش نگاه کردم. بعد که سخنانش تموم شد یکی از نمایندگان استانهای شمالی بود. بعد گفتم چرا داری این کارو میکنی؟ تو از تو بعیده داری این هزیان ها رو میگی. گفت راستش نمیدونم، من یک زمین 1000 متر زمین رو در فلان نمیدونم چیز شمال گرفتم و ویلا ساختم، برای من احضاریه اومده، مجبورم که بیام این مطالب رو بذارم. که تا خب نیا کنین، وقتی که مسئولیت های سیاسی بر اساس فساد سیاسی باشه، خب شما یادتون باشه که فساد اقتصادی رو شما نمیتونین جمعش بکنین. وقتی نمایندگان ملت، وزرایی که سفارایی میشه بر اساس علمشون، دانششون، تخصصشون و شهامت و شجاعتشون نماینده نشن، یک سری موجودات دهن بسته و برده و ذلیل رو بیان سفارایی کنن، خب میدونین که این دودش به چشم مردم میره و شما دارین میبینین که من جان عذر میخوام خیلی کوتاه بفرمایید. من خاطره یادم افتاد. آره حتما بگی. من میخواستم فقط بپرسم که آیا برای خود شما، تا اونجایی که میشه کوتاه میخوام بحث با آقای دکتر توفیقی هم دنبال بکنیم، برای خود شما واقعا تجربه پیش اومد در زمانی که در مجلس بودید، چه مجلس ششم چه بعد هفتم، که همین برخوردا پیش بیاد، مثلا نامه هایی به دستتون برسه، تهدیدها یا فضا ایجاد بکنن که بخوان شما را مرعوب بکنن؟ ببینین من دو تا خاطره خوب و بد دارم. یه خاطره که من روزهای آخر مجلس هفتم واقعا دیگه من نمیخواستم نماینده بشم و تصمیم گرفته بودم که از مجلس برم بیرون و برم به کارهای خب جراحی برسم. خود آقایی بود که آقای اژه‌ای، آقای وزیر اطلاعات بود، آقای اژه‌ای آقایی بود که به اسم آقای کریمی معاون پارلمانیش بود. آقای کریمی اومد به من گفت که تو مجلس، گفت شنیدم نمیخوای ثبت نام بکنی، حتما باید ثبت نام کنی، برای که مردم اردبیل اون منطقه برای تو نیاز دارن و انصاف نیست که رها بکنی. آقای تابش به آقای کریمی گفت که دکتر اگه ثبت نام بکنی شما ردش میکنیم، برای اینکه اون سخنرانی که معروف کردم برای آقای احمدی نژاد در مجلس اون بدله. آقای حاجی آقای کریمی که معاون پارلمانی آقای اژه‌ای بود گفت که مجموعه ما، شما پروندهتون سفیده و نگران هیچی نباش، رأی مردم اردبیل رو داری، ما مشکل نداریم و برو ثبت نام کن. که بعد که اصلاح طلبا اومدند و مردم اردبیل اومدند و من رفتم ثبت نام کردم و رد شدم، ایشون میگفت از مجموعه ما نیست. دومین خاطره که دارم، گفت که از من ما رد نکردیم، رد صلاحیت شدن دار و دسته آقای احمدی نژاد و اونا به خاطر اون سخنرانیت. بعد خود آقای چیزم دومی شده که من یک بار در مجلس ششم تقریبا میشه گفت که نزدیکای عید بود یه مصاحبه کردم، این آقای پوتین که اخیراً یه اردبیلی منو دید گفت که آقای پوتین که ظاهراً اون یارو نفت خرید فروش میکنه، به آقای پوتین گفته که تا شنیده اردبیلیه، گفته که فقط نذارین این آقا نماینده اردبیل بشه. آقای پوتین با اون اتفاقاتی که داشت میافتاد، پول بیزبان نفت ما رو داشت قشنگ میخورد و دریای خزر رو اون بلا رو سر ما آورد و
اون نیروگاه بوشهر رو من یک مصاحبه کردم، گفتم که بهترین حل چالش بین ایران و امریکا مذاکره مستقیم هست. آقای جواد ظریف همین کاری که میکنه همون حرفایی بود که ما تو مجلس ششم و هفتم زدیم. من مصاحبه با بی بی سی کردم به عنوان اولین نماینده که در تاریخ سیاسی کشور این حرف و این مصاحبه رو کرد، که من همین حرف رو در صحنه علنی مجلس هم گفتم که مذاکره مستقیم و پل زدن بین دو کشور، چون من به شوخی تو بیمارستان به این جراح میگم ما ایرانی ها بایستی از نظر جغرافیایی بین کانادا و امریکا بودیم، چون اصلا ما ربطی به عراق و افغانستان و نمیدونم روسا نداریم. من اردبیل به دنیا اومدم 70 کیلومتری روسیه، ما اصلا با روسا اصلا من به اون ور شهر اصلا نگاه نمیکردم. بعد من اونجا این مصاحبه کردم، گفتم که بریم پل زدن بین دو تا کشور و دو ملت ایران و امریکا به هم وصل بشن. بله. من فقط فردا صبح دیدم که 4 تا لاستیک ماشین منو هر 4 تاشو باز کرده بودن گذاشته بودن. و بعد که باز نماینده ها صحبت کردم گفتم بله این اتفاق برای ظاهرا اصلاح طلبای مجلس یه جامعه جلسه داشتن یه چنین تهدیدهایی هست، ولی خب میدونین بالاخره وقتی که شما وارد یک چنین صحنه شدین، من پدرم به من زنگ زد گفت که من می‌خواستم فقط پدرم رو 2 دقیقه ببینم. حتی سال گذشته وقتی آقای روحانی اومد نیویورک من بهشون گفتم که من و شما دست بسته ببرین از باکو به اردبیل، من شهر اردبیل رو ببینم، قبر مادرم رو زیارت بکنم، بعد پدرم هم چند دقیقه ببینم و من رو برگردون دوباره بندازیم منو بیرون. گفتن نمیشه. گفتم با خودم گفتم خب بالاخره آدم بایستی هزینه پرداخت بکنه، تا شما هزینه ندین یا بایستی تبدیل بشین یک گله که بایستی هرچی چوپون میگه بایستی دنبالوی چوپون باشین، یا یه قراره که بر اساس عقیده و آرمان و باورهای دینی و اجتماعی خودت بایستی مجبوری هزینه بدی. من در واقع میشه گفت که احساسم اینه که اتفاقاتی که برای من افتاد و وقتی خودم با مطالعه میکنم واقعا مستحق چنین برخوردهایی نبودم که با من شد، ولی خب شد دیگه. چیزیست که بایستی تحمل کرد. آقای دکتر توفیقی، اگر شما هم تجربه مشابه زمانی که برشک مسئولیت هایی داشتید بود که از همین شیوه ها استفاده بکنن، شما هم بخوان معروف بکنن، میتونید اشاره بفرمایید. و پرسیش هم که من دارم برای اینکه بخوام بحث رو اینجا تموم بکنیم، بعد بحث اصلاحات در نظام بهداشت و صحبت از وزیر آقای بهداشت بفرمایید. آقای دهقانپور بفرمایید. ما اگه مرعوب شده بودیم حتما دیگه پاریس نبودیم، همون تهران و سنندج و اینا پشت میزمون نشسته بودیم. دقیقاً فهم سوال همینه که آیا علت این بود که واکنش شما بود به این فشارها، میخواستن شما رو هم توی این فشارها بگذارن که شما تصمیم گرفتید قطعاً همونطور که صحبت کردید ایران رو ترک کنید بیاید، مثل نمونه که الان آقای دکتر پیرمعظم صحبت می‌کرد. میخوام اگه میشه یه اشاره مثلا بکنید تا بحث دنبال کنید. و میخواستم بیشتر اینو بپرسم که این وضعیتی که الان دولت آقای روحانی داره دنبال می‌کنه آیا به ضعیف‌تر شدن این دولت منجر میشه؟ از اول گفتن که شرکت سهامی نمیشه دولت بشه، در واقع الان وزرا به هر شکل دارن کم کم شاید از اون چه که ابتدا تصور میشد عقب‌تر میرن و به حداقل‌ها به نظر دارن رضایت میدن. ابتدا هم میگفتن که خب بسیار از وزارتخونه‌ها رو رهبر جمهوری اسلامی در موردش نظر داره و به نظر میرسه در مورد همین وزارت علوم هم با آقای فرهادی با توجه به سوابقی که داره و دوستی نزدیک با آقای خامنه‌ای به نظر میاد باز خواست ایشون تامین شده. ببینید در مورد تجربه شخصی که گفتید، من ترجیح میدم که این رو حالا بذاریم یک زمانی که بحث مثلا حالا برنامه شما همین موضوعات اینچنینی باشه. در مورد این که دولت آقای روحانی آیا با این عقب نشینی در واقع در موضع ضعف قرار خواهد گرفت یا نه، من حقیقتش رو بخواید تقسیم بندی هایی که بعضی ها قائل هستن که مثلا حالا خیلی آقای دولت روحانی رو دولت آقای روحانی رو خیلی مثلا متفاوت با دولت آقای احمدی نژاد یا حتی مثلا متفاوت با دولت آقای خاتمی میدونند به حساب نمیارن. ببینید در ساختار جمهوری اسلامی
اساساً دولت و رئیس جمهور یک مقام، حالا بر اساس ساختار حقوقی ما در قانون اساسی فرد دوم کشور رئیس جمهوره، اما عملاً هم اینگونه نیست. یعنی ساختار حقیقی قدرت به گونه‌ای طراحی شده، آقای خامنه‌ای در طول این در واقع 25-6 سالی که از حاکمیتشون در ایران گذشته به نوعی سیستم رو طراحی کردن که عملاً دولت و رئیس جمهور در موقعیت‌های حتی سوم و چهارمی به نظر من قرار می‌گیره و به نوعی میشه گفت که آقای هر رئیس جمهوری در اون موقعیت که قرار بگیره ناچار هستش که وضعیتی رو که آقای خامنه‌ای از اون درخواست می‌کنه و وضعیتی رو که بیت طراحی می‌کنه و وضعیتی رو که سپاه به دنبال اون هستش ناچار هسته جلو ببره. شما توفیقی در حالی که صحبت می‌کنید دکتر می‌خوام صحبتتون قطع می‌کنم، در حالی که صحبت می‌فرمایید یه ویدئویی هست که این ویدئو رو احتمالاً همه دیدن روی یوتیوب که دولت آقای موسوی، افراد وزرا در واقع میان دستبوسی، به اصطلاح دستبوسی آقای خمینی و آقای فرهادی هم یکی از این افراد هستش که در صف میان و پشت هم در واقع تک تک دست رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی رو در اون زمان میبوسن. این بخش از تصاویر است که آقای خامنه‌ای بعد آقای موسوی و بعد اون اعضای هیئت دولت هستن که به آقای فرهادی هم ظاهرن یکی از این افراد هست. ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، بفرمایید. نه خواهش میکنم. البته ای کاش فقط به یک دستبوسی ظاهری همه چیز ختم میشد. واقعیت این هستش که در ساختار فعلی جمهوری اسلامی وزرا عملا فاقد اختیار و فاقد توان هستند، همان گونه که نمایندگان مجلس به یک دستور و به یک فرمان حاضر به نشست و برخاست هستند و یا قوه قضاییه با یک گوشه اشاره سیستم های امنیتی و مخصوصا سپاه حاضر به در واقع صدور و احکام آنچنانی هستش. خب این به نظر من اگر فقط همین دستبوسی ظاهری میموند خیلی چیز بهتری بود که مثلا افراد از خودشون یک اختیاری داشتن و میتونستن وضعیت مملکت رو بهبود بدن. عرض بنده این بود که وضعیتی که در حال حاضر دولت آقای روحانی با اون مواجه هستش متأثر از سیاست خارجی است به نظر من. یعنی اگر آقای روحانی و وضعیتی که در حال حاضر مذاکره اتمی ایران در حال پیشبرد و در حال انجام هستش، این تعیین خواهد کرد که وضعیت این دولت در آینده چگونه خواهد بود. اگر نه آمدن و رفتن یک وزیر، مثلا حالا خیلی هم راحت اینا گفتن که اگه آقای دکتر فرهادی با اون سوابق تدین و چه و چه و چه هم بیاد و تجربه آقای فرجی دانا رو تکرار بکنه، از همین الان گفتن که ما برکنارش میکنیم. ایرادشون هم با آقای فرجی دانا این بود که در مذاکرات مجلس ازش قول گرفته بودن که فلان مشاور و فلان وزیر، معاون وزیر رو برکنار کن یا جابجا کن، این کرده بود. وقتی که شما در یک ساختار قدرت با یک به هم ریختگی این چنینی مواجه هستید، واقعا صحبت کردن از معادله قدرت یک مقداری سخت و به راحتی آدم نمیتونه پیش بینی بکنه که چه وضعیتی در آینده به وجود خواهد اومد. خیلی خوب، اگر اجازه بدید چون وقتمون محدود هست، من میخوام که سریع گزارشی هست که هفت پرده اصطلاحا ما در مورد اصلاحات در نظام سلامت برگردیم. وقتی که اینو دیدیم، چون آقای دکتر پیر مؤذن هم صحبت کردن که آقای حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و اگر آقای فرهادی رای اعتماد بگیره که احتمالش اینطور به نظر میرسه، این دو میتونن همکاری بکنن، ببینیم که با چه چالش های دولت آقای روحانی در حوزه نظام سلامت روبرو هست. طرح نظام سلامت با هدف کاهش هزینه‌های درمانی بیماران از این روز آغاز به کار کرد. علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی: هر گونه پرداخت وش در مطب برای خدمات بستری غیرقانونی است و مستوجب صدور کیفرخواست در نظام پزشکی خواهد بود. اینو من از مردم درخواست می‌کنم در این زمینه با ما همکاری بکنن. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار: در شرایط کنونی تنها می توانیم 30% از 100% مراقبت های پرستاری را برای بیماران جوابگو باشیم. با
اجرای طرح تحول نظام سلامت این وضعیت بدتر خواهد شد. دکتر شاهین محمد صادقی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی: کاهش تمایل پزشکان به گرفتن زیرمیزی و کاهش رفتن پزشکان به مراکز خصوصی یکی از نقاط قوت طرح اصلاح نظام سلامت است. نظارت دقیق و همکاری بسیار خوبی که با سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی به عنوان نماینده صنوف در جامعه پزشکی وجود داره، بتونیم معضلی رو که تو این 20 سال گذشته به عنوان دریافتهای غیرقانونی اون رو انشالله باش مقابله کنیم. نتایج یک نظرسنجی درباره اجرای طرح تحول سلامت نشان می‌دهد که 70% مردم از این طرح رضایت دارند و 91% پزشکان شاغل در مناطق محروم و پزشکان شاغل در بیمارستان‌های تابعه وزارت بهداشت اعلام کردند که تمایل به ادامه کار در محل کار کنونی را دارند. عباس زارع‌نژاد، مشاور وزیر بهداشت: بخش زیادی از معوقات پرستاران به روز شده است. انتظار ما از پرستاران این است که در اجرای طرح تحول سلامت وزارت بهداشت را یاری کنند. همه ما در زمینه بهداشت مسئولیم، همه مردم برای بهداشت محیط، فضایی که توش داریم زندگی میکنیم، در زمینه بهداشت و واکسن کاری بکنیم که مردم ما انشالله مسئول باشن از بیماری‌های مختلف و ما شاهد بیماری‌های کمتری در جامعه ما انشالله باشیم. آقای دکتر پیرمعززن، آقای دکتر توفیقی، وقت اندکی داریم. من میخوام که اگه میشه خیلی فشرده این تیکر رو جلو بریم و بریم اثر اصل مطلب. حالا این فاز پنجم بحث مقابله با زیر میز بگیری اصطلاحاً. آقای دکتر پیرمعززن بشنویم پاسخ شما رو. پزشکان گفتن جراحان رو متهم میکنن به اینکه اینها الان دارن زیر میزی میگیرن، گفتن 82 موردش رو خود وزیر صحبت ازش کرده. علت چه هست به نظر شما؟ آیا این پدیده جدیدیه، قبلا اتفاق میافتاد یا تقصیر از دولته؟ تازه رسیدیم به مطلبی که من به خاطر اون اومدم اینجا و شاید هم اصلا به خاطر همین هم بود که رفتم مجلس که نظام سلامت رو اصلاح کنیم و رابطه پولی بین بیمار و بیمارستان و پزشک رو تبدیل کنیم به رابطه بیمه. و این داستان از سال 76 اون موقعی که خود آقای دکتر هاشمی معاون وزیر بودن شروع شد به عنوان طرح نظام سلامت و این حلقه ها رو ادامه داد تا اینکه رسید به مرحله واقعی کردن تعرفه ها، که زمانی که من ایران بودم بر کمیسیون بهداشت بودم، مشکل اصلی ما نبود، اعتبارات بود. خوشبختانه با توجه به اینکه هیئت دولت مصوبه‌ای کرد که 10% از یارانه ها رو به فصل سلامت تخصیص بده به شرط تامین اعتبار حقوقی، یعنی اعتبارات اجرای طرح سلامت و اینکه دریافتی پزشکا واقع بینانه بشه و اختلاف بین دریافتی پزشکا کمتر بشه، این طرح مثبتی هست و یک اقدام اساسی است. کشور ما نیاز داشت. علتش همین بود که سالها تعرفه ها پایین نگه داشته شده بود. من یادم میاد تقریبا 16 سال علارغم اینکه تورم ها 20%، 25%، حتی 30% بود، تعرفه های پزشکی ثابت نگه داشته شد. و خب پزشکا برای اینکه هزینه زندگی خودشون رو به یه نحوی تامین کنن مجبور بودن که به این شیوه های غیر اصولی دست بزنن، که خوشبختانه علی‌الظاهر اونجوری که من متوجه شدم این طرح داره اجرا میشه. ولی فقط خطرش این هست که اعتباراتی که چون
مشکل بهداشت درمان کشور در درون وزارت بهداشت نیست، در خارج از وزارت بهداشت، در تصمیم گیرندگان سیاسی و مخصوصا تصمیم گیرندگان اقتصادی کشوره. اگر این اعتباراتی که به آقای دکتر هاشمی قول داده شده مصوب شده، اگر این اعتبارات رو ندن که یه خطرش هم هست که ندن، برای اینکه آخر مصوبه آقای دکتر هاشمی میگه که 32% اعتبارات رو تا حالا بهش تخصیص دادن، اگر این پول ها داده نشه از طرف اون دولت، مطمئنا با یه بحران جدی‌تر روبرو خواهد شد فضای درمانی کشور. اما اگر اون اعتبارات تامین بشه، یک قام مثبت و بزرگی است به طرف جلو که بالاخره با واقعی شدن تعرفه ها دریافتی پزشکا منطقی بشه و خب این حوادثی که از نظر اخلاقی درست نیست که کسی که پول نداره و بیماره و توان مالی نداره بی صدا به خاطر نداشتن توان مالی نباید در بیمارستان ها جان خودشون رو از دست بدن که متاسفانه این داستان در کشور ما یک پدیده شناخته شده است. آقای دکتر توفیقی، ما برنامه قبلی هم که با هم بودیم وقتی این طرح نظام سلامت اصلاحات شروع شد صحبت کردیم به تفصیل در موردش، چقدر در این فاز پنجم که ازش صحبت میکنن به نظر شما تونستن راهکاری پیدا بکنن؟ گفتن تعرفه ها چون غیر واقعی بوده باعث شده که این زیر میز بگیری رواج پیدا کرده. خب البته یکی از علل زیرمیزی بحث غیر واقعی بودن تعرفه هستش که متاسفانه همین گونه هم هستش، همینطور که آقای دکتر پیرمؤذن هم گفتن، در واقع چیزی حدود 20 سال تغییر تعرفه در یک انجماد بوده و عملا به هیچ وجه متناسب با شرایط تورمی جامعه ما نبوده. این یک طرف قضیه است، اما من فکر میکنم به غیر از موضوع تعرفه ها، یکی از عوامل زمینه ساز پدیده زیرمیزی گسست اخلاقی و گسست همبستگی اجتماعی در جامعه ایران هستش که به واسطه مدیریت غلط حاکمان فقهی ما به وجود اومده و این هم فقط مختص گروه پزشکی نیست، یعنی در واقع این شکست اخلاقی در برابر مثلا خدمتی که ارائه میشه یک وجهی بالاتر از اون عرف و قاعده‌ای که مثلا در قانون تعیین شده یا حتی عرف تعیین میکنه یا قاعده قانونی اون رو تعیین کرده دریافت بشه، این فقط مختص گروه پزشکی نیست، در حال حاضر در بسیاری از صنف‌های دیگه همین شکل هستش. منتها متاسفانه میشه گفت که این موضوع زیرمیزی در رابطه با پزشکان به نوعی من اعتقاد دارم خیلی بزرگ نمایی شده، یعنی واقعیت زیرمیزی اون چیزی نیست که ناگهان در تلویزیون، در رسانه ها، در روزنامه ها، در اینترنت و در وایبر و به یک هجمه علیه پزشکان شروع شده که ظاهراً اینها عامل اصلی شکست نظام سلامت همین موضوع زیرمیزی بوده و ما الان میخواییم با اون مقابله بکنیم. بله، یک درصد بسیار محدودی از جراحان، بله، اون هم عمدتاً در بیمارستان‌های بزرگ مبالغی رو دریافت می‌کردند که به نظر من با این اتفاقی هم که در بحث تغییر کتاب ارزش‌گذاری نسبی اتفاق افتاده نمیتونه خیلی روی این تأثیر داشته باشه. من خیلی سریع مثال عملی خدمتون بگم. ببینید، عمل جراحی قلب باز یا اصطلاحاً بایپاس که در کتاب قدیمی برای اون 90 کا دریافت میشد، چیزی حدود 792 هزار تومان در واقع به پزشک جراح میدادن و در کتاب جدید این رو 160 کا کردن، یعنی حدود 77% افزایش دادن، میرسه به 1,400,000 تومان. حالا شما این رو مقایسه بکنید با مبلغ زیرمیزی که جراحان فوق تخصص قلب بابت این دریافت میکردن، بین 5 میلیون تا 50 میلیون. اگر واقعا مشکل نظام سلامت، مشکل عمدش همین بحث زیرمیزی بوده، با این اتفاقی که این آقایون پیگیری کردن این حل نخواهد شد، به خاطر اینکه این تغییر فقط در بحث تعرفه هاست. باید سرانه بهداشت و درمان رو افزایش داد که متاسفانه این همچنان حلقه مفقوده هست. سپاسگزارم از هر دوی شما. آقای پیرمؤذن گفتن که این بحث بهداشت تازه آغاز شده بود، خب ماجرای مجلس باعث شد که این بحث مهم داره عقب بره، ولی حتما برنامه دیگه خواهیم گذاشت با توجه به این بحث سونامی سرطان که مطرح شده و از هر دوی شما خواهش میکنیم که در اون برنامه هم
با ما همراه باشید. آقای دکتر نوردین پیرمعزن، آقای دکتر محمدعلی توفیقی، از هر دوتون سپاسگزارم برای شرکتتون در برنامه امشب افق. دوشنبه بعد با شما خواهیم بود در مورد مذاکرات هسته‌ای. آقای اولی هاینونن، گابریل پدریرا، کاوه افراسیابی و مهران مصطفی با ما خواهند بود.